در درس گذشته ما خواندیم که چگونه ما میتونستیم یک ایمیل آدرس ایجاد کنیم، چه قسم ما در جیمیل، چه قسم ما میتونستیم وارد ایمیل آدرس خود شویم و یا هم میتونستیم ایمیل آدرس خودم ساین اپ کنیم یا بسته کنیم بیرون شویم. امروز شروع میکنیم بخیر در ادامه درس قبلی خود از اینکه ما چگونه میتونیم یک ایمیل دریافت کنیم و به چه شکل ما میتونیم که یک ایمیل ارسال کنیم. خب وقت در درس گذاشته هم گفتیم قسمت مین مینو میگن که موارد مثلا کمپوس یا ایجاد یک ایمیل نو، انبوکس و همچنان مسیج های ستاره شده یا تک شده و همچنان مسیج هایی که سنوز یا بعدا ما گفتیمش که یادآوری که سنت درافت و بعض موارد دیگه به اینجا ذخیره شده. این قسمت که ایمیل های ما رو نمایش میده، اولین ایمیل ما امی است که از طرف گوگل با ما دریافت شده و فعلا ما کدام ایمیل دیگه در ریسیف نکردیم یا بر ما کدام ایمیل دریافت نشده. بعض قسمت دیگهش بعدیش به نام سابجکت، بخش سابجکت است که در این بخش سابجکت ایمیل ما نوشته می باشه. یعنی یک ایمیل اگر ارسال شده باشه با ما، در این قسمت ما میتونیم که ببینیم که ایمیل یا مورد یا موضوع امی ایمیل ما چی است. خب من ایمیل باز میکنم. وقتی که ایمیل باز میکنیم، آپشن هایی که در قسمت بالا قرار داره، این قسمت میتونیم که من مکمل ایمیل خودم ببینم که در ایمیل ما چی موارد، در ایمیل که به من رسیده چی موارد بحث شده. قسمت اولش سابجکت است که مرما چی گفته، از چونی گوگل ای ایمیل از طرف گوگل به من ارسال شده، گفته که احمد، چون که نام احمد گفته بودم، فینیش سیتینگ یور نیو گوگل اکانت، یعنی میگه که سیتینگ با یا تنظیمات گوگل که نو ایمیل که نو جور کردی میتونی از قسمت تنظیمات هم تکمیل بسازی یا کمپلیت بسازی. بعضی از قسمت بک تو این بوکس میتونیم که به مینوی قبلی بر بگردیم. قسمت دیگهش از قسمت آرشیف ما میتونیم که همی ایمیل خدا من حیث یک ایمیل آرشیف کنیم یا نگهداری کنیم. بعد از او ریپورت از اسپم، ما قبلا راجع به اسپم ها گفتیم که اسپم ها چگونه ایمیل ها هستند که بخاطر بیشتر بخاطر هک کردن و همچنان اطلاعات را اشتباه را با خود میداشتن که هدف هایشان یا هک کردن بود یا هر هدفی که میداشتن، یعنی اسپم ها ایمیل هایی بودن که به درد ما نمیخوردن یا کارآمد نبودن، فقط غرض مزاحمت و یا هک کردن اینا با ما رسید میشد. اگه قسمت کلیک کنیم به این مانا که یعنی امی ایمیل که به ما رسیده ایره، من حیث یک اسپم ایمیل به جیمیل راپور میتیم یا ریپورت میکنیم. قسمت بعدیش دیلیت. از قسمت دیلیت ما میتونیم که امی ایمیل که برای ما دریافت شده را حذف کنیم یا پاک کنیم. بعد از او داریم ما مارکس اندید. فعلا وقتی که ای ایمیل ما رید شد، رنگش عادی شد، نرمال شد. وقتی که من ایره میگم مارکس اندید، ای دوباره به شکل ایمیل که تا حالا باز نشده در میاد. یعنی اگه یک ایمیل ما خواندیم، بعدا به خاطر از اینکه دوباره فراموش نکنیم موضوع ایمیل فعلا ضروره، یعنی مثلا ورخطا سیم یا کار داریم، میخواییم که بعدا همی ایمیل دوباره بخوانین یا فراموشتان نشه که ایره باز کنین، بازی رو چی میکنیم؟ مارکس اندید میکنیم. وقتی که مارکس اندید کردیم، این ایمیل دوباره به شکل یک ایمیل که خوانده نشده در میاد که ما باز میکنیم، ایمیل باز میشه. بعد از اون سنوز، از این قسمت ما مثل تایمر میتونیم که برای یک تایمر معرفی کنیم که چی وقت دوباره به ما نمایش داده شود. لیتر تو دی، امروز، پسانتر کلک کنیم، پسانتری چی میشه؟ دوباره این سنوز میشه، در این قسمت سنوز. بعد از او خب بعد از او سنوز ما هم سنوز میسازم، یعنی دوباره پس برای به این بوکس. خب از این قسمت لیتر تو دی، امروز، پسانتر، یعنی ساعت شما اگه تومارو، آخر هفته، هفته جدید و یا هم یک تاریخ خود ما برش انتخاب میکنیم همراه با زمان که چی وقت بر ما این دوباره مثل یک ریمایندر با ما احوال، البته یا که ایچی کنه بر ما یک بگویه که ایمیل باید خوانده شد. بعد از اون ما داریم add to task. اگر ما در ایمیل کدام دستور با ما بوده باشه یا کدام وظیفه یا کدام کار، ما ایر توسط add to task میتونیم به تکس ها اضافه کنیم. تکس ها رو گفتیم که در این قسمت هستن که ما بعدا میتونیم که ببینیم که چی کار بود یا کار خود پیش بریم انجام بدیم. مفتو میتونیم انتقالش بدیم. بعد از اون labels میتونیم که از این قسمت ها انتخاب کنیم که در کدام بخش های لیبلش به کدام شکل باشه. و بعد از او همین کارهایی که گفتیم مارک اسندید
که بیشتر کار کردیم. مارک از امپورتنت یعنی ایره اگه من حیث یک ایمیل امپورتنت و مهم نگه داری کنیم. اد استارز وقتی که کلک میکنیم ایمیل ما را یک ستاره میده، یک ستاره میده. بعدا خواسته باشیم که ایمیل های ستاره دار ما را ایمیل هایی را که نشانی کردیم ببینیم، در این قسمت کلک میکنیم همین ایمیل بر ما نشان میده. ما میتونیم از این قسمت ستاره را انتک کنیم و یا هم میتونیم که از این قسمت استار کنیم یا تکش کنیم. بعد از اون داریم فیلتر مسیج لایک دیس. اگر دیگه هم مسیج های مثل لازمی داشته باشیم، یعنی از طرف گوگل به این شکل یا دیگه مسیج ها چندین مسیج بر ما از طرف جیمیل آمده باشه یا از طرف گوگل آمده باشه، توسط فیلتر مسیج لایک دیس میتونیم که ایره فیلتر کنیم و ببینیم که همین مسیج ما با دیگه مسیج هایی که به شکل ازی است تمامش بر ما نمایش بده. و آپشن بعدی که داره میوت است. میوت ما میتونیم که همین ایمیل خود به صدا بسازیم که دیگه این چیه هم میوت باشه یا مسیج کامد هم تو به مثل خاموش باشه. و بعد از اون از قسمت کمپوز مسیج، از قسمت کمپوز مسیج ما میتونیم که یک مسیج یک ایمیل نو ایجاد کنیم، یک ایمیل نو ایجاد کنیم. خب در قسمت اول ریسپشن است. ریسپشن بعد از اون داریم سی سی و بی سی سی. سی سی بی سی سی من کلش فعال میکنم. در قسمت اول تو ایمیل آدرس شخصی را ما ذخیره میکنیم که همین ایمیل باید دریافت کنه. مثلا ما میگم که mubin.samadzad@gmail.com، چون که من ایمیل از قبل در این قسمت باز کردیم. خب حالا این ایمیل میگم که باید چی شوه؟ به همین آدم بره. بعد از او سی سی و بی سی سی. سی سی کاربن کپی، یعنی مثلا امی ایمیل که به شخصی که من اینجا نام بردم مبین سمدزاد رسید، بعد از او باید به یک نفر دیگه هم، یعنی بر علاوه که بر ازی رسید به یک شخص دیگه هم برسه. لیکن اگر و بی سی سی یا بلایند کاربن کپی به این مانا که اگر یعنی مثلا من یه تا را تک کردم بر دوش یک ایمیل آدرس اضافه کردم و بعد از او بلایند سی سی رفتم، بی سی سی یا بلایند کاربن کپی در این قسمت یک ایمیل دیگر اضافه کردم، باز امی ایمیل که من ارسال میکنم به امی دو نفر میره، به کسی که در سی سی هم است دسته کسی که در تو هم است، بردوش میره، هم ایمیل میره هم یک کپی ایمیل، و به یک نفر دیگر که بی سی سی است به این هم ایمیل میره، لیکن این دو نفر بالایی از او آگاه نمی باشند که کسی دیگر هم یا نفر سیومی هم اینجا ایمیل برش رسیده. یعنی ما من حیث مثلا مثل که پنهان به دو نفر ایمیل ارسال میکنیم، یک نفر دیگر را در جریان میگذاریم که خودت هم در جریان باشه که ما همی ایمیل به این دو شخص ارسال کردیم. باز کسی که ایمیلش در قسمت تو است یا کسی که در قسمت سی سی است، باز او از این خبر نمی باشن که بی سی سی در قسمت بلایند کپی کاربن کی را ما اضافه کردیم و یا اضافه نکردیم. بالای تو اگر کلک کنیم میتونیم از ایمیل آدرس هایی که قبلا ما برشان ایمیل روان کردیم انتخاب کنیم. همچنان اینجا هم ما میتونیم که از کانتکت هایی که ما قبلا استفاده کردیم یا ایمیل روان کردیم روان استفاده کنیم. بعد از اون ما داریم سابجکت. در قسمت سابجکت ایمیل خود ما موضوعی را که همی ایمیل بالایش بحث میکنه نوشته میکنیم. مثلا میگم که این ایمیل راجع یک تست دیتا است. تست دیتا است که به خاطر از این یک تست دیتا است که ما همین تست دیتا را به خاطر چی ارسال میکنیم؟ به خاطر از اینکه ببینیم ایمیل ما ارسال میشه ارسال نمیشه. بعد از دهی قسمت کانتنت ما را نشته میکنیم، تمام محتویات ما را. وقتی که محتویات نشته میکنیم به مثل که ما در قدیم و نامه نشته میکردیم، در شروع چی باشه، متن ما چی باشه، در آخر چه قسم باشه. ما در اول چی میگفتیم؟ به زبان دری میگفتیم سلام احترامات قلبی خدا خدمت دوست و برادر عزیز خود مثلا نامش میگرفتیم یا به می شکل. حالا این می کار ما میکنیم توسط ایمیل. در قسمت اولش ما یک احترامات تقدیم میکنیم، مثلا دیر سر مادم. به چی مانا؟ یعنی اگر ما کسی را ما نمیشناسیم کی را کی دریافت میکنه ایمیل، این خانم است یا آقاست، کی است که ایمیل ما دریافت میکنه؟ چون که یعنی یک ایمیلی است که من نمیفهمم که منظور از این که یعنی کی را کی دریافت میکنه یا ریسیور ما معلوم نیست. فرضاً اینجا یک ایمیل آدرسی است به یک سفارتخانه است یا به یک جای به خاطر درخواست وظیفه است. خب در قدم اول بعد از او تکس من نشته میکنم که منظور از من چی است. میگم من این ایمیل ارسال کردم
گوگل میل. ما به خاطر چی ارسال کردم؟ به خاطر از اینکه تست کنم گوگل میلک آیا ایمیل ما ارسال میشه یا نمیشه. و بعد قسمت آخر هم ما در نامه خود نوشته میکردیم با احترام و یا نوشته میکردیم که با حرمت. اینجا ما چی نشه میکنم؟ به میشکل یک کلمه ای که همین معنا را بده. خب نام با بعد از او نام خود نشته میکنم احمد احمدی. خب اینجا یک آپشن داریم به نام فارمتینگ آپشنز. از بخش فارمتینگ آپشنز ما میتونیم آپشن هایی را که مربوط به فارمت تکست میشه در این قسمت نمایش بدیم. ببینید من تکست انتخاب میکنم به کدام طرف صفحه باشه، در وسط باشه، راست باشه و یا چپ باشه، اندرلاین باشه نباشه، رنگ اندرلاین، یک رنگش، تکست کالر، بکگراند، بکگراند کالرش رنگ باشه. ببینید من کلش یک بار یک طرف استادم، پس بکگراند کالر و ای هم تکست کالر. میتونیم که رنگش و رنگ تکست انتخاب کنیم. خب من فعلا اردویش پس نان میگیرم، تکست کالر سیاه و بکگراند کالر سفید. خب بعد از این به شکل میتونیم بولد بسازیم، تکست ما را ایتالیک بسازیم، اندرلاین بسازیم. و بعد از این قسمت میتونیم که یک سایز خط برش انتخاب کنیم، خرد، کوچک، ما میگیم بزرگ باشه سایز. بعد از او هم میتونیم که یک نو خط برش یا فونت انتخاب کنیم، هر کدام را خواسته باشیم. از بخش فارمتینگ، بعد از او از بخش اتچ فایل، از بخش اتچ فایل ما میتونم که یک فایل اتچ کنم یا زمیمه بسازم به ایمیل خود، یک عکس، یک پی دی اف یا هر چیزی را که خواسته باشیم. از بخش اتچ انزرت لینک ما میتونم که یک لینک اضافه کنم، لینک یک صفحه را به ایمیل خود اضافه کنم. یا میتونم از بخش انزرت ایموجی یکی از این اشکال هم اضافه کنم، هر کدامشه که خواسته باشم. از بخش گوگل درایو، ما اگر گوگل درایو که در درس های بعدی میخوانیم کدام فایل داشته باشم میتونم او را اضافه کنم. میتونم از این قسمت یک تصویر از گوگل درایو خود اضافه کنم و همچنان میتونم که چی کنم، ایره یک شرط برش بدم که همین ایمیل در چند روز اکسپایر شود، در چقدر وقت باید اکسپایر شود. و قسمت آخریش هم میتونم یک امضا اضافه کنم و یا هم میتونم که همین دیسکارد از درایو، یعنی که ایمیل خود ارسال نکنم و مکمل پس دلیت کنم یا سیفش کنم. حالا من ایمیل آماده ساختیم، اگر خواسته باشم که ایره ارسال نکنم که کلیک کردم ایمیل حیث درفت ذخیره میشه، یعنی یک ایمیل که آماده به ارسال است، ارسال نشده آماده به ارسال است. پس که من در درفت رفتم اینجا موجود است، بازش میکنم امی ایمیل که ساخته بودم آماده میشه. خب من ایره سند میکنم و ایمیل ارسال میشه. حالا از درفت میره به سند، جایی که ارسال شده. خب ایمیل آدرس دومی رو من یک چک میکنم که ایمیل رسیده یا نرسیده، رفریشش میکنم. حالا یک ایمیل از احمد احمدی ما دریافت کردیم با همون فرمتی که بود، با شکلی که بود. سبجکتش چی است؟ سبجکتش چی است که تست دیتا. و بعد از اون قسمت دیگه چی است؟ متن ایمیل ماست که در این متن چی نوشته شده و مواردی که ما قبلا خواندیم. خب این بود شیوه ارسال و دریافت ایمیل که ما به چه شکل ما میتونستیم یک ایمیل در ارسال کنیم و یا به چه شکل میتونستیم یک ایمیل که به ما رسیده ببینیم و کارهای را که به اونا میتونستیم انجام بدیم. خب درس امروزی ما هم در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.